خرج ملايين اليمنيين. مردم یمن روز جمعه رفتن در صنعا، پایتخت و دیگر شهرها با در دست داشتن کارت قرمز تجمع کردند. در نماز جمعه صنعا خطیب جمعه از نیروهای امنیتی و مسلح که دفاع از تظاهر کنندگان را وظیفه خود دانستند قدردانی کرد. از نیروهای مسلح و امنیتی شجاع که حمایت خود را از ملت و خواستهشان ثابت کردند تشکر می‌کنیم. الرئيس اليمني علي عبد الله صالح. رئیس جمهور یمن از جوانان حاضر در میدان‌های تغییر خواست حزب جوانان را تأسیس کنند و قول داد برای رسیدن به تفاهم با آنها گفتگو کند. علی عبد الله صالح در سخنانی که از نظر مخالفان متناقض و تحریک‌آمیز بود، از طرفداران خود خواست با کسانی که وی آنها را کینه‌توزان نامید مقابله کنند. صالح در این حال آمادگی خود را برای کنار رفتن از قدرت اعلام کرد. زمانی ما روز جمعه رفتن را اعلام کردیم که دریافتیم پایه‌های حکومت ساله به لرزه در اومده. دایره حکومت ساله از 3 کیلومتر مربع فراتر نمیره. بنابراین وقت آن است که برود. به محض پایان یافتن نماز جمعه صدای تیراندازی و درگیری میان نیروهای طرفدار صالح و نیروهای ارتش حامی نمازگزاران شنیده شد و نزدیک بود به جنایتی مانند جمعه گذشته بیانجامد. محمد علی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران صنعا یمن.